سولار ایمپولس هواپیمای خورشیدی سوئیسی پس از اجرای موفقیت‌آمیز مأموریت سفر به آفریقا در فرودگاه پایرن در سوئیس به زمین نشست. این نخستین بار است که یک هواپیما بدون سوخت فسیلی مسیر رفت و برگشت 6000 کیلومتری بین دو قاره اروپا تا آفریقا را طی کرده است. برترام پیکارد خلبان این هواپیما از بنیانگذاران اصلی طرح تولید و ارتقای هواپیمای خورشیدی در دانشگاه لوزان این سفر را یک ماجراجویی شگفت‌انگیز دانست. این هواپیمای برخوردار از فناوری پیشرفته که تقریباً هم وزن اتاق یک خودروست توانست با استفاده از 12000 سلول تولید برق خورشیدی طی مدت 2 ماه با سرعت متوسط 70 کیلومتر بر ساعت از سوئیس به مرکز مراکش رفته و همین مسیر را بازگردد. این هواپیما برای ادامه این مسیر در شرایط مساعد جوی مجبور به توقف در اسپانیا و فرانسه شده بود.